دو دقیقه و 20 ثانیه به ختم برنامه مانده. آشپزا خیلی به سرعت کار کرده میرن. دو دقیقه و 20 ثانیه. حساب میکنیم 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. وقتی تو تمام شد. خب آشپزای عزیز، زایتون مهربانی دن و هر چهار تان پیش بین. بینده عزیز، شما تماشا کنید که چهار آشپز ما در ظرف 20 دقیقه تونستن که پیش غذایی را آماده بسازن از مایی، آرد و بانجان رومی. و حال اولین آشپز ما نامش را میگیریم، آشپز میرویس، که اولین غذای خود را برداره ما پیش کنید که داره ما قضاوت کنید که چطور پیش غذایی را آماده ساختید. آشپز میرویس میشه اولین غذایی تا بیارین برای آشپز عزیز ما. دوباره عرض می کنم. دوباره صفیولا اسدی غذا را تست کردن، چشیدن، ببینیم که حاله چطور یافتن غذا را صحیح آماده، پیش غذای صحیح آماده ساخته بودن یا که راضی نیستن. دوباره عزیز ما، به نظر شما آقای صفی‌الله اسدی پیش غذایی را که آقای میرویس، آشپز میرویس آماده ساخته بود چطور بود؟ اول تعریف کنیم، بازدن بدن نقد میکنیم. فقط در صندوق رومی بود، آرد بود، همراه مایی. استارتر یا پیش غذایی حجمش بسیار کم میباشه، حجم زیرا یعنی زیاد جور کرده بودی، یعنی یک نفر میتونه که گذران خود کنه، یعنی ایره نوش جان کنه بخوره، بعض دیگه نان نخوره. ولی یک چیز استارتر بود، اگر حجمش کم می بود بسیار زیاد خوب میشد و ولی مزهش بسیار مزه دار بود، بسیار خوبش بود، ولی یک کم زرگه نمکش بسیار کم زیاد بود. بله ها، یعنی اپیتایزر چیزی که است او بسیار حجمش بسیار کمی باشه، یعنی بخوری اشتیای تبره آفر شما. اپیتایزر را که آشپز میرویس تهیه کرده بود در مدت 20 دقیقه، چون وقت کمی بود باز هم از مهارت خود کار گرفتن و اپیتایزر یک کمی مقدارش البته زیاد بوده، خب مزه‌دار بود و در ضمن کم نمکش اضافه بوده. آقای سیاوش، همون طوری که دوباره صاحبای دیگه گفتن، غذایشون خوب بود، توانستن در 20 دقیقه که وقت کمی است نسبتاً غذای خوبی آماده کنن و از لحاظ سلیقه بشقابش بسیار عالی بود و تنها مشکلی که بود یک مقداری ماهیشان شور شده بود و دیگه از حجمیت غذا، حجمش میتونه یک آدمی که گشنان باشد سیرش کنه و غذای اشتهاورش صرف برای یک مقدار کمی استش. بله. و دیگه کدوم مشکلی نداشت غذایشان. تشکر میرویس آشپز از خورت. تشکر از شما. حال آشپز دومی ما عبدالرزاق جان، غذای خود را اولین غذای را پیش غذایی که آماده ساختن نزد داورا پیش میکنن. ببینیم که داورای ما از او چی نظر و سلیقه و چیزها سه در سه کتگوری که از غذاشون سلیقه، لذت غذا و اصلیت غذا. ببینیم که اینا نمرات میگیرن و کدام آشپز ما میتونن در این مرحله کامیاب شون و را پیدا کنن به مرحله دوم. و حالا آشپز دوم ما، آشپز عبدالرزاق، غذایتون را پیش کنن. آشپز دوم ما عبدالرزاق غذای خود بر داورای ما پیش کرد و حال داورای ما غذا را میچشن و میگن که کدام آشپز ما خوبتر با سلیقه کار کرده. ای برحال
داور صفی الله اسدی پیش غذایی را که آشپز عبدالرزاق آماده ساخته بود چطور بود؟ سوپ بسیار سوپ مزه‌دار است. از مزهش یه چیز گفتن نمیتونم و کاتینگ و یا ترکاری بابر که خودت میده کردی اندختی دانه دانه معلوم میشه، دانه دانه زیر دندان میه و دانه دانه تست و ذائقهش فهمیده میشه. یک نقصی که اگر کم ذره آب لیمو اضافه میکردی مزهش دچن میشد و نقص دیگرش که دهی مرچ اضافه کردی. داور بعدی ما آقای انصار، شما چطور یافتین پیش غذایی را که آشپز عبدالرزاق من ساخته بود؟ خوب بود، مزه داشت و از مهارت کار گرفته بود در قسمت سبزیجات، ترکاریایی که دهی استفاده شده بود و سوپ یک اپیتایزر خوب است که در فصل سال حرارت بدن تنظیم میکنه. تنها نقطه که اینجا ما بهش پیدا کردیم مرچ اضافه شده بود، یک اندازه تن بود و یک کم سبزیجات نرم نشده. آخرین داورم آقای سیار سیاوش است. اونا طعم غذا را سلیقه بشقابه و اصلیت پیش غذایی را کاملا ساختن چطور یافتن و اونا هم مشکلات دیدن در پیش غذایی آشپز عبدالرزاق یا خیر؟ سوپ ترکاری که آشپز ما عبدالرزاق آماده کرده بودن سوپ خوشمزه بود، اما برای غذا اشتهاور تندی نباید باشه، چون غذا اشتهاور معمولا یک چیز نرمال می باشه و دیگه کدوم مشکلی نداشت. طعم چیزایی که در صندوقش بود اما طعم احساس میشه، طعم آرد و مایی و بادمجان رومی، اما خب تنها ایرادی که داشت اونم اون مشکلی است که یک مقداری تون بود غذایشون. خدا خیر کنه بیننده عزیز، دو آشپز ما انتقاد شدن از طرف دوباره عزیز ما، آشپز میرویس و آشپز عبدالرزاق. دو آشپز ما تابال با ما هستن و غذای خودن تابال بر دوباره ما پیش نکن و حال وقتش است که از آشپز سیومی ما، آشپز محمد سالم، تقاضا کنیم که پیش غذایی را کامده کن نزد دوباره پیشکش کن و ببینیم که دوباره ما چی نظریات دارن درباره پیش غذایی آشپز محمد سالم. بیننده عزیز، آشپز محمد سالم سیومین آشپز ماست که پیش غذای خود آماده کنن و نزد داور است. داورا میکشن و بعدا قضاوت میکنن ببینن که کدام آشپز ما خوب پخته کردن و خوب آماده ساختن، خوب سلیقه را مد نظر گرفتن که میتونه برنده برنامه ناکام شه. سوپ یا اپیتایزر را که آشپز سالم تهیه نموده بود از جمله سوپ های سفید و تقریبا رقیق بود، مزه‌دار بود. یک کم مواد ترکاری بابش حل نرم نشده بود، یک تفتش که کم زیادتر داده می شد بهتر بود. مزه و نمایش کاسه سوپش و اینایش همش خوب راضی هستم. راضی هستم، بله هستم، تشکر. و حالا از داور صفی الله سلیم میشنویم ببینیم کونا و کدام نقص پیدا کردن یا راضی هستن از پیش غذایی که آشپز محمد سالم آماده ساخته بود. امی کاتینگ و یا سبزیجات را که خود توته کرده بودی در قسمت کچالو باب، کچالو را یک ادش دانش کته بود، یک ادش دانش کلان بود، یعنی اگر دانش باید از یک اندازه میده میشد بسیار خوب بود و مویدش دیده میشه، رومیدش دیده میشه. از همه ترکاری باب استفاده کردی، نانا یک برگ اضافه کرده بودی و همچنان از سویا ساس و یا سرکیسی ها اضافه کرده بودی که مزهش دوچند ساخته بود. داور سیار سیاوش، نظر شما چیست؟ اما طوری که داور صاحبه دیگه گفتن، سوپی که آشپز ما محمد سالم جان آماده کردن یک سوپ خوبی است، چون از تمام ترکاری باب در آن استفاده شده و از لحاظ صحیم خوب است و کدام نقص خاصی نداره و از لحاظ سلیقه بشقابشون کارشون خوب است و ما برشون تبریک میگم، خوب هستن،
تمامی چی تنها چیزی که چیز یک مقداری سوپ سالم جانم یک مقدار تند است. و حالا آخرین آشپز برنامه ناکام، آشپز محمد ظریف، لبخندم به لبایش است. فکر میکنم راضی معلوم میشه، خوشحال است، حس میکنه که کامیاب خودش شده و برنده برنامه ناکام خودش است. و آخرین غذا و از آخرین آشپز داورای ما میششن و بعدا قضاوت میکنن ببینن که کدام آشپز ما با سلیقه تر کار کرده. آشپز محمد ظریف، غذایتون را برین بدارم.